جزئیات تکان دهنده از انفجار مرگبار امروز در مسجد خلیفه صاحب در دارلمان کابل. آماج نیوز در روی صفحه رسمی تویتر خود چنین می نویسد: 200 کشته و زخمی در انفجار در هنگام ادای نماز جمعه در خانقاه خلیفه صاحب واقع سرای علاءالدین کابل. منابع محلی می گویند که برخوردهای فرقه‌ای و مذهبی عامل اصلی انفجار هست. گروه های وجود دارند که خانقاها و برخی از مذاهب را ناروا دانسته و به عمل تروریستی در برابرشان دست می زنند. با این حال امیر قدری در روی صفحه رسمی تویتر خود می نویسد: 200 کشته و زخمی در خانقاها در کابل، سرزمین مداوم خونالود. آماج نیوز: وقوع انفجار در کابل دقایق پیش. انفجاری در مسجد خلیفه صاحب که یکی از مساجد مشهور در شهر کابل است رخ داده است. منابع به خبر آزاد و بی‌طرف میگویند که تعداد زیادی از نمازگزاران در این انفجار کشته و مجروح شدند. با این حال احمد فهیم توخی می نویسد: تصاویر رسیده از شفاخانه استقلال بسیار دردناک است. به قول یکی از دکتران شمار زخمی ها و شهدای حادثه بیشتر از 50 تن است. آمار نهایی شاید به مراتب بلندتر باشد. بیوی پارسی می نویسد: عماد روستایی خبرنگار صدای آمریکا در کابل از انفجار در مسجد خلیفه خبر داد و در نوشته این انفجار زمانی رخ داده است که شماری از شهروندان برای عبادت در این مسجد جمع شده بودند. او به نقل از شاهدان عینی در تویتر خود نوشت: تا کنون 10 کشته و زخمی به بیمارستان های شهر منتقل شده است. خبرگزاری کاویان می نویسد: دقایق پیش انفجار در مسجد خلیفه واقع سرک دارلمان رخ داد. گفته می شود که انفجار زمانی رخ داده است که شمار زیادی از افراد در داخل مسجد برای عبادت گرد هم آمده بودند. شاهدان می گویند 10 زخمی تا اکنون از این رویداد به بیمارستان ها از جمله بیمارستان امرجنسی منتقل شده است. هنوز مسئولیت این رویداد را فرد و یا گروهی به دوش نگرفته است. با این حال آماج نیوز در پست دیگر: جزئیات ابتدایی انفجار کابل. منابع میگویند که دقایق پیش انفجار در سرای علاءالدین در زیارت موسوم به خلیفه صاحب در جاده دارلمان رخ داده که تلفات نیز در پی داشته است. با گفته شاهدان عینی طالبان به مردم اجازه نمیدهند تا قربانیان را انتقال دهند. طالبان تا کنون چیزی نگفتند. در همین حال تاجدین سروش در روی صفحه رسمی تویتر خود می نویسد: فوری مردم محل، طالبان ساحه انفجار را مسدود کرده و به مردم اجازه نمیدهند تا قربانیان را انتقال دهند. روند انتقال قربانیان آهسته است و اگر طالبان اجازه ندهند ممکن زخمی های رویداد از بین بروند. شماره تلفات حمله امروز در مسجد دارلمان خیلی بالا است. انفجار در جریان نماز جمعه رخ داده است. یک شاهد عینی شمار کشته شده ها و زخمی ها را بیشتر از 300 تن میگوید، اما تا حال این آمار تایید و یا رد نشده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. علامت زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای روز ما با خبر شوید. ما آخرین جزئیات از افغانستان و جهان را برای شما به نشر میگذاریم. تا درود دیگر، بدرود.